من خودم عاشق بدنسازی بودم، یعنی آستین کوتاه می‌پوشیدم واضح یه دوره خیلی مود بود. آره. دیگه ببین لباسای مردانه آهنین آستینای سروب بود تا اینجا بود. آره. بعد ما خیاط پیدا می‌کردیم تو رو خدا آستینا رو درست کن بازی بالا یه جایی. آره چیزای جالبی که واسه اتفاق افتاده رو خودت بگو. چیزای جالب، خب ببین خاطره که خیلی زیاده. مثلا اون زمانی که من مسابقه میدادم بعضی موقع میرفتم مغازه پدرم، از سر فاطمی ماشین سوار میشدم تا سر جمهوری. خب بعد اون موقع تاکسی یاد باشه جلو دو نفر سوار میگرد. آره. بعد همیشه مثلا من جلو میشستم پول دو نفر ازت میگرفتم. نمیگفتم آدم معروفه نگیریم ازش و اینا؟ نه میگرفتم دیگه، بالاخره اتفاق افتاده که نگیرن، ولی میگرفتن. و بعد یادمه یه بنده خدایی یه پسر جوونی بود ما رو سوار کرد و حساب کردیم و پیاده گفت خب شما چه هیکلی داری فلان و اینا. من داشتم اون فرق خیابون پیاده میرفتم، این بنده خدا داشت من همینجوری نگاه میکرد زد تصادف کرد. ای وای محبه هیکل تو. آره، ماشاءالله. آره. از دخترها چی؟ دخترها چی؟ اتفاق خانم. عجیب غریبی که افتاده باشه برات. مثلا یه کسی خیلی سمج باشه، خیلی پیگیرت باشه. آره این اتفاق واقعا برام عاشق بشه. این اتفاق واقعا برام افتاده. یعنی از زمان مردان آهنین یه مزاحم من دارم. هنوز هست؟ هنوزم هست. و اینکه اصلا ساله یعنی به خدا که من نه دیدمش نه اصلا ارتباطی دوست دارم داشته باشم، ولی هر از مثلا شغل منو پیدا کرده هر دفعه به خط زنگ میزنه مجبورم بلاکش کنم یا تو فضای مجازی. چی میگه؟ داره دنباله که من مثلا خیلی عاشقت هم و از من بهتر کسی رو پیدا نمی کنی و این اتفاق خیلی حالا نه برای من، برای خیلی از بچه هایی که چهرن این اتفاق قطعا افتاده. خوشتیب ترین ها شما به نظرم تو بودی و مهراب و رضا قرایی دیگه. جذاب ترین ها آدم هایی که تو مردان آمد خدا بیامرزن خوب بود. خدا بیامرزن. آره خدا رحمتش کنه. ولی بچه ها همشون خوب بودن برای اون دوران. آره اون دوران. اون دوران. آره الان نه الان خوبه هاشون تویی. خود فرم از خود نگاه که یک از خودش که بر عکس کذاشتی اکثر رو دادش کاراش. نه به خدا من که اینجوری شده برامرست. اون عکس خیلی ترند شد. آره خیلی فرماز من ما با هم رفته بودیم یه رفته بودیم عسلویه رفته بودیم لوکیشن ببینیم برای ضبط برنامه تلویزیونی. حالا فرامرز عزیزم دامادشون به تازگی به رحمت خدا رفته. اوه. آره فکر کنم خدا بیامرزه 20 روز یا یه ماه بعد از این که اتفاق افتاد ما مجبور شدیم بریم عسلویه. محاسن سفید داشتن و حالا روحیه خوبی نداشتن، ولی حالا من اکثر رو نه اینکه بخوام مثلا خدای نکرده اینو تو برنامه تلویزیونی هم بارها گفتن که مثلا خرابش کنم یا مثلا از یه نوستالژی بود دیگه. آره من اون عکس که بالا گذاشتم با عکس پایینی بالاخره 20 سال ازش گذشته بود. بله من یاد خاطرات قدیم کردم. اعترافی داشته تو این 20 سال آقای خودنگاه که چی؟ مثلا بگی من تو اون مسابقه این کار رو کردم حالا که گذشته. نه نه هیچ هنوز بعض ما باش گپ میزنم میگه من هیچ وقت ناداوری نکردم. به نظر من نکردم. زیر بار نمیره. بسیار چهره جذابیه برای مردم. خیلی بابا. آره. خیلی هم بد اخلاق بود. تعارف نداشت اصلا. ببین فرامرز عزیز مدیر خیلی خوبی بود. بله. یعنی کسی رو حرفش نمیتونست حرف بزنه. اینا مثلا میگفت این آیتم همتون باید بزنید. مثلا بچه‌ها گفتیم آقا فرامرز ما خسته این تو رو خدا نزنید. گفت نه. نزنید سوار هوا میشید برید خونه‌تون. یعنی همه رو حرف فرامرز نه نمیآوردن. تعارف نداشت واقعا با هیچ کسی. مدیر خیلی خوبی بود و اون زمانم بالاخره بچه‌ها بهش احترام می‌ذاشتن، پیشکسوت بودن. سابقه بزنه‌برداری دارن، سرپرست تیم ملی بزنه‌برداری. و اینکه اعتباری بود دیگه، ما همه دوستش داشتیم باش احترام میذاشتیم. واقعا پشت پرده قتل روح‌الله داداشی چی بود؟ باورت میشه من خودم نفهمیدم؟ اصلا مگه میشه یه پسر بچه مثلا پشت چراغ باور کن من که مثلا خودم بزنه. توی بطن قضیه بودم و بالاخره ارتباط داشتیم. خودم نفهمیدم چرا این اتفاق بر روح‌الله افتاد. اینکه درگیر شی یکی با چاقو شارگی تو بزنه. چون هم خیلی آدم حسابی بود، مهربون با تربیت بود. اصلا دعوایی نبود. آره که همه بیشتر دعوایی بود. ببین بچه ها همه با هم رفیق بودن، شاید با هم مثلا کلنجار میرفتن و کل کل میکنن، ولی کسی دعوا نمیکرد. برای خود بیشتر نگه دعوا کنی؟ چرا من دعوا کنم ولی تو این اشل و تو این سایزا نه واقعا.
یعنی مثلا من با تو تو خیابون طرف شم، مثلا تو هم ماشین پیاده شی همونجا دو زانو میشدم میگم من هر چی شما بگی. ولی یه بارم علیرضا حقیقی رو نجات دادی تو فرشته. علیرضا رو سر دختر دعوا شده بود. ببین نمیدونم من فرشتش هم رد میشدم خیلی سال، فکر کنم 15 سال میگذره ازش. دیدم یه ایکس سری سفید دو تا ماشین پشت سرش وایسادن دارن با هم گلاویز میشن. دور زدم دوباره همون جایی که رد شدم دوباره وایسادم ببینم دعوا سر چیه. دیدم علیرضا حقیقیه. آره حالا نمیدونم سرش با هم بحث کرده بودم، ولی دیدم علیرضا از ماشین پیاده شدم و اوخ 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 آره قضیه رو حل و فصل کردم. آره نه حل میشه کلا. اگه واقعا انتخابش دست خودت باشه دوست داری شاید این شغل رو دوست نداشته باشی یا مثلا فانتزیه. خب بادیگارد کی باشی؟ خودم هیچ وقت این موضوع رو دوست نداشتم همین که بادیگارد. آره میدونم تو خودت صاحب کسب و کاری، صاحب بیزینسی. آره خودم دوست نداشتم ولی ولی این اتفاق برام افتاده که پیشنهاد شده. آره هم پیشنهاد شده، همین که یه بار داشتم از کرج میبادم تهران، یه سرعت هم زیاد بود، یه ماشینه بنز پلیس بیسیم زد بزن بغل پیاده شدم و بعد دیگه نگو پیاده نشو. نه تا پیاده شدم بنده خدا شناختن و بعد این درجه داره که بغل نشسته بود گفت آقای خطایی ما شدیم شما بادیگارد آقای فلانی هستین. گفتم که بله. یه چهره سیاسی بله آفر یه چهره سیاسی رو گفت. گفتم بله که جریمه نشم. بله گفتش بله خیلی هم عالی. گفت سلام بهشون. گفتم خیلی ممنون بفهم. رد شد رفت. آره رد شد و رفت. پس از چهره سیاسی دوست نداری بادیگارد کسی باشی؟ دوست نداشتم کلا این موضوع رو.